دانم خوب است رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در اینجا تشریف دارن، ای کاش رئیس جمهور هم می بودن. که ما نگرانی های خود و چون در بین ملت هستیم، نگرانی های ملت را به ارتباط دین ستیزی و اسلام ستیزی که نو سر بالا کرده توجه از اینا را جلب کنند. و چند مثال در این رابطه میدم. یک، چند روز پیش چند نفر چادری سر کرده. ما یقین دارم که عزت زن افغان را جز در آغوش اسلام در دیگه جای پیدا کرده نمیدم. ما یقین دارم که در هیچ نظام، در هیچ قانون، در طول تاریخ حق مادر سه برابر حق پدر تثبیت نشده و غیر اسلام تثبیت کرده. در هیچ جای ایرا پیدا کرده نمیتونین جز در سخنان گوهربار رسول کریم صلی الله علیه و سلم که میگه جنت در زیر پای مادران است. اما یک تعداد مردم مفسد از پشت زمین، می اعلان میکنم، یک شعیره اسلام را، یک حکم اسلام را، یک ارزش دینی و ملی ما را به استهزا و تمسخر گرفتن، چادری سر کردن. بچین وان چادری گوش بگیرین برادران، گوش بگیرین. چادری یک نمونه از حجاب اسلامی است. حجاب یک حکم از احکام اسلام است. حجاب یک ارزش از ارزش‌های ملی و تاریخی ما و شماست، بر علاوه از اینکه یک حکم از احکام اسلام است. این را به استهزا میگیرن، گویا که یک ظلم است، یک جور است در حق زنها و ما در جور و ظلم خود را امراش غم شریک می سازیم. ای جفا در حق زن است، جفا در حق دین است. اگر تو در غم زن خود شریک می دانی، برو اوال بیوزنا را بگیر، برو جلو خشونتی را بگیر که در برابر زنها می شن، برو جلو بیفتی های را بگیر که در برابر زنها می شن. ای کار پلان شده است، توطئه است که بر ضد نوامیش ملی ما برآمیخته. یک چند نفر مردمای بی احساس و بی عزت خیستن در یک محفل، باز یک تلویزیون را نشرام کردن، از هر تجلیل به عمل آوردن به عنوان کوبیدن انسان ها و این یک تلویزیون نشرام کرد. در گردن خر کاغذ ها را اوزان کرده بودن و گفتن که این خرام در وقت جهاد مرمی انتقال داده بود، سلاح انتقال داده بود. ای چرا رتبه نمیگیره؟ از امیجا برش میگم مرد استی جواب بگو، نیستی باید به گناهت اعتراف کنی. هر کسی که جهاد، اسلام را، مجاهدین را توهین میکنه، این توهین به مجاهد نیست، توهین به دین است. این از دایره دین خارج میشه.